یکی از بهترین کبابایی که توی ایران ما استفاده میکنیم کباب تابهیه، که یه مدل هم بعدن بهش اضافه شد، بهش گفتن کباب لقمه. بعد یه بنده خدایی اومد اینو خیلی تجاریش کرد و تو بازار خیلی جاش انداخت، شد رضا لقمه. امروز میخوام یه کباب لقمه به سبک رضا لقمه بهتون یاد بدم، حالشو ببرید تا آخر این ویدیو با من باش. مواد لازم: گوشت چرخ کرده، روغن، نمک، زیره، فلفل سیاه، جعفری ساتوری، آرد سوخاری، تخم مرغ، یه نصف پیاز واسه پیاز جعفری آخرش، پیازایی که با رنده ریز رنده کردم، آبشو گرفتم. این پیازا رو نمیخواد خیلی توفالش کنید، تقریبا نصف و نصف آبشو بگیرید. من این کارو کردم، با یه توری هم راحت، یه توری، پارچه، دستمال، آبکش بذارید، فشار بدید، آبش میره. بریم تو کارش. خب بچه ها، برای شروع موادمونو اضافه میکنیم. همه مواد رو اضافه کنید به جز اون پیاز و یه مقدار از جعفری. یه کوچولو زیره بزنید، زیره خیلی عطرشو خوب میکنه. فلفل سیاه به همراه اینم نمکش. خب یه دونه تخم مرغ، آرد سوخاری، نصفی از اون جعفری به همراه پیاز به همین راحتی. اینو قشنگ با هم ورزش بدید، مخلوط بشه. ببینید چقدر راحت و آسونه، آشپزی به همین راحتیه، خیلی هم سریه بچه. با این پاشنه دست گوشت رو اصطلاحاً میگن کف مالش باید بکنید. ناکنید این پاشنه دست رو میذارید از اینجا، بیایید در نزدیک بگیرید، ناکنید گوشت رو اینجوری میزنید قشنگ تا گوشت عمل بیاد. به این کار میگن بچه ها کف مال گوشت. پس یه جا دیگه شنیدید که گوشت رو باید کف مال کنید، بدونید داستان چیه. قشنگ هی این گوشت میره تو دیواره ها، هی بیاریدش وسط. دوباره این کارم یه 4-5 دقیقه انجامش بدید تا گوشتمون قشنگ سر حال بیاد. خب بچه ها، حالا همینجوری که بافت گوشت رو تو ویدیو میبینید، این گوشت الان آماده شده، میره 2 ساعت تا 2 ساعت و نیم روشو بکشید بذارید داخل یخچال استراحت بکنه، بعد میاریم باهاش کار داریم. دو تا کیسه فریزر رو اینجوری بازش بکنید، این گوشت رو میندازیم داخله. اینو که گذاشتید اینجا، این یکی مشما رو میذاریم روش. حالا شروع میکنید گوشت رو یواش یواش باز کردن. ناکنید اینجوری با تیغه دستتون که فشار بدید، قشنگ این گوشت شروع میشه خودشو باز میکنه. خب حالا یه دونه چاقو میارید واسه اینکه میخواییم بغلاش رو صاف کنیم. این چاقو رو اینجا میذارید بچه ها، ناکنید این گوشت رو از اینجا فشار میدید تا برسه به این چاقو. همینجوری از اینجا ناکنید قشنگ اینم بکشید که این گوشتتون صاف بشه. خب نمیدونم کیا رضا لقمه رفتم، ببینیم که اونجا اصلا داره چه اتفاقی میفته. یه دونه با چاقو از اینجا سوا میکنیم، ناکنید این گوش قشنگ بکشید سوا میشه واسه اینکه کارمون اوکی باشه. ناکن این گوشت رو از اینجا میاریم سوا میشه، این میشه لبه این کارمون. اوکی خب بالا هم همینجور، ناکنید
واسه اینکه یه کار خوشگل تمیز و این همون جوری هم میشه. خب این هم میشه از این. خب من این گوشتو از دور این خارج کنم. میبینید این الان شد قواره کارمون. این گوشتای دورش رو من خارج بکنم. بریم بیاییم. حالا الان وقتشه که این گوشتا رو لقمه لقمه کنیم. یه کارد بزرگ از پشت بردارید. نگاه کن. اینو میذارید اینجا. اوکی. اینو میذارید داخل فریزر. تقریبا یه دو ساعت و نیم بمونه داخل فریزر خودشو بگیره، دیگه آماده است که بیای بندازید روی تابه. اگرم میخواید بچه ها اینو اصلا میتونید درست کنید توی فریزر نگه دارید، فقط پیازشو بهش نزنید. اگه پیازم میزنید دیگه بیشتر از دو هفته اینا داخل فریزر نگرش ندارید، چون پیاز رنگشو بر میگردونه. میتونید آماده کنید، با مرغ هم میتونید درست کنید، با گوشت هم میتونید درست بکنید. هر موقع از سر کار میای غذات آماده نیست، سری چند تا تیکه بردار بندو توی تابه، سه سود آماده است، یه غذای سالم و خوشمزه. بریم بیاییم ناکنی قشنگ اینجوری میتونید نگرش دارید، همینجوری که بذاریدش تو روغن. روغن من خیلی دیگه داغ شده بود. دیدید قشنگ میذارید یه طرفش سرخ میشه، بعد با یه ابزار اینجوری که لبش پهن باشه از اینجا دیگه بزنید قشنگ سرخ میشه و برش میگردونید. من دو طرفش رو سرخ کنم تا بریم ساندویچ پیچیدنش هم بهتون بگم چجوریه. بچه ها لقمه هامون آماده است. حالا الان نونش رو بهتون بگم چجوریه. نگاه کنید این نونو، این یه نون لواشه که من تا کردم. نونتون باید نرم باشه. خب این میره اینجا، اینم میشه اینجا. سه تا میاد اینجا. پیاز جعفری، گوجه خیلی هم نمیذارن ولی به نظر من دوتا گوجه هم بذاری خوب میشه. اینو بغلاش رو تا میکنی میذاری اینجا. میپیچی. این میشه یه لقمه. خب اینم از این. نفری سه تا لقمه بدید اگه میخواید عاقبت به خیر بشید. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. حتما این کباب لقمه رو درست بکنید که دیگه تو بازار ترکونده، دیگه معروفه به رضا لقمه. یه تبلیغی هم بکنید واسه رضا لقمه که دیگه تعریف نمیخواد، البته خودش خیلی معروفه. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودید. مواظب خودتون باشید. یادتون نره که جاتون اینجاست. تا درودی دیگه، بدرود.